خب ببینید بچه ها، امیر اومده چیکار کرده اینجا؟ یه دونه تکسی رو وارد کرده، یه دونه بلاگ انتری رو وارد کرده به نام سلام، که من روش کلیک میکنم من میاره به این سلام، به این صفحه که میگه مرسی از اینکه منو قبول کردی، اسم من امیره. نگاه بکنید، من روی اسم خودم کلیک نمیتونم بکنم. اینجا نوشته سابمیتد بای امیر مثلا شنبه 9/20/2014 ساعت 10:10. من اگر لاگ اوت بکنم به عنوان ادمین و گروپ رو لاگین بکنم، این سلامی که وارد شده و تمام اونایی که به اصطلاح متن برام نوشتن، هر کدومشون یه دونه لینک اینجا اضافه شده برای یه دونه لینک، روی لینکشون میتونید کلیک بکنید، لینک هستش اینجا برای اونایی که رجیستر کردن. من روی خودم نمیتونستم کلیک بکنم، اما ادمین میبینید روی خودتونم میتونید کلیک بکنید. تمام اون نوشته ها رو مثلا که مثلا با یکی دیگه درست شده، اگر روی اسمش کلیک بکنید شما رو میبره به پروفایلش که شما میبینید چه کارهایی کرده. مثلا یادتون میاد که من داخل ترک میرفتم مثلا میدیدم که یوزر چیکار کرد. یوزر یه سلامی رو، یه متنی نوشته با تایتل سلام و نویسندش هم مثلا امیر، مثلا 1:32 پیش، که اگر ما همینجوری ریفرش بکنیم میبینید که عوض میشه. دوباره من ریفرش بکنم 48 ثانیه، 51 ثانیه و همینجوری عوض میشه. خب توی این قسمت من اگر برم داخل configuration و برم داخل account setting، من اینجا manage user رو خب به user یه عکسی وارد بکنیم. اول من میخوام بیام اول بذارید manage field. برای یه manage field هم اینجا میخوام توی این ویدیو در موردش صحبت بکنم، میخوام edit بکنم و یه عکسی رو اضافه بکنم. یه عکسی رو حالا من انتخاب بکنم، برم داخل picture، هم برم داخل profile picture، یا برم داخل یه عکسی مثل همین امیر و ندا و یه عکسی رو انتخاب بکنم. ببینم این عکس رو میتونیم انتخاب بکنیم، آپلود بکنیم، سیو بکنیم و این عکسی مقدار طول خواهد کشید. این ایمیج میگه resize to fit مثلا 1024x1024. من یه عکس خیلی گنده ای رو آپلود کردم که عکس این هستش. میبینید که عکس اینجا وارد شده و من وقتی روش کلیک میکنم بزرگتر از این هم نمیشه، مگر اینکه شما کلکی که من بهتون یاد دادم رو به کار ببرید، برید inspect element رو بزنید، برید روی این لینک کلیک بکنید، بعد برید روی این لینک کلیک بکنید، باز هم میبینید که عکس خودش کوچیک کرده. پس هیچ کلکی رو نمیتونید بگی group all بزنید. پس این از این عکس رو میتونید اضافه بکنید. اما میخواستم در رابطه با چی صحبت بکنم، این که شما میتونید یه فیلد اضافه کنید. مثلا من روی ادیت که میرم میبینید که اینجا میتونم یوزرنیم، ایمیل، پسورد، استیتوس و رول همه اینا رو عوض بکنم و حتی میتونم دیلیت بکنم. ولی من فیلد هم میتونم اضافه کنم. یعنی چی؟ من اگر برم داخل کانفیگوریشن، برم داخل اکانت سیتینگ، میبینید که روی منیج فیلد میتونم چیکار بکنم؟ فیلد اضافه بکنم. حالا چجوری میتونم فیلد اضافه کنم؟ ببینید یوزرنیم، پسورد، تایم زون رو اینجا خودش زده. من میام یه چیز دیگه اضافه میکنم برای اونایی که نمیشناسمشون و اونایی که میخوام ادیتشون کردم. اولا نگاه بکنید روی people و روی edit میتونید چیکار بکنید؟ هر یوزر رو ادیت بکنید. خب و اینا ویوشه، میتونید که ویو بکنه و اینجا ادیت میتونید بکنید. من لاگ اوت میکنم به عنوان ادمینستریتور وارد میشم، که نمیدونم وارد شده بودم یا نه، روپو و اینجوری وارد میشم. کانفیگوریشن رو میزنم یا تنظیمات رو میزنم، اکانت سیتینگ، انانیموس، کسایی هستن که میان چی ثبت نام میکنن. حالا منیج فیلد میخوام چیکار بکنم؟ چند تا فیلد اضافه کنم. اولین چیزی که اضافه میکنم مثلا میگم what is your favorite use of، غلط املایی هم داریم بذارید درست بکنیم، اب نداره، use of olive oil in cooking. خب و میام چیکار میکنم؟ اینجا میام خودش برای خودش نوشته what is your favorite use، من خیلی طولانیه اینه یه مقدار کم میکنم، نویسم مثلا your favorite use، بقیش رو دیگه چی حذف میکنم، فقط این فیلد رو میذارم که وقتی میخواد بره
دیتابیس اضافه بکنه، همین کافیه. فیوریت یوزر. و اینو میذارم چی؟ لیست. لیست چی؟ لیست تکست. و بقیش میذارم رادیو باتون. سیو رو میذارم. میام اینجا چند تا مثلا میذارم، مثلا میگم که سالاد، مثلا میگم لیست بعدی غذا، لیست بعدی دیگه اولیو اویل رو کجا میریزن؟ آشپزیم زیاد خوب نیست، اما سالاد میریزن، تو غذا میریزن، توی چجوری بگم، حالا مثلا میگیم توی برنج هم میریزن، توی روی پوست هم میریزن، حالا فرق نمیکنه، پوست نوشته سکین. خب یه همچین چیزها رو اضافه کردیم، مسخره است، اما واقعا میخوام لیستمون رو اضافه کنیم. بقیه‌اش رو چی؟ سیو میزنیم. و اینجا نگاه بکنید، اینجا برای ما این سوال مطرح شد و میگه اینجوری نمایش داده میشه، یک کدومش رو باید اینجا انتخاب بکنید. و number of value من میذارم unlimited و save رو میذارم. میتونید یه چیز دیگه هم اضافه کنید، مثلا چی اضافه کنید دیگه، من برم چی اضافه کنم، مثلا میگم do you like olive oil. نه دیگه، اگر olive oil که دوست نداشتش، دوست نمیداشت که توی وبسایت ما نمیمد. مثلا من میگم what kind of olive oil do you like the most. و اینجا هم هرچی نوشته زیاد میگم که چی، فیلدشو مثلا بذار kind olive kind oil یا همین kind bad. یه فیلد خیلی کوتاه بذارید، خودش خیلی بزرگ میذاره. و نوعش رو میگم که چی، بذار برای من تکست خالی و سیو رو بزن. و میگه 255 سیو. اینجا هم میگم که حالا اگه خواستید میتونید هلپ بذارید، اما من میگم سایز 60 باشه و اینم بسته. و اینجا میبینید که میتونید تنظیم بکنید. حالا اینو من میتونم بیارم 6 7 8، من اینو میتونم بذارم مثلا 6، اینو میتونم بذارم 7، اینو میتونم بذارم 8، به این صورت که بیاد بالاتر. و الان حالا امیر هم اگر برید نگاه بکنید داخل امیر، برای خود امیر، امیر هم براش توی ادیتش اگر بخواید برید بعد چی اینا قرار گرفته باشه. میبینید سالاد، غذا، برنج، نمیدونم اسکین، این هم قرار گرفته. و این توجه داشته باشید اینا همه هم میتونن ببینن، یعنی هر کسی که ثبت نام میکنه جدیدن بعد این چیزها رو وارد بکنه، این اطلاعات رو وارد بکنه و اینا رو هم میتونه ببینه. این یکی از موفق ترین کارهایی هستش که توی دروپال میتونید انجام بدید وقتی دارید یوزر میسازید. بقیه کانتنت منیجمنت سیستم ها مثل جوملا و وردپرس یه همچین چیزی درست کردن سخته. شما باید برید با کد ور برید و با کد آشنا بشید و یه همچین چیزهایی رو وارد بکنید. ولی توی دروپال ببینید چقدر آسون این کار رو میتونید انجام بدید. و هر کسی که الان میاد به عنوان میخواد ثبت نام بکنه، create new user رو بزنه، وقتی که ایمیلش رو دریافت کرد، وارد اکانت شد، میتونه بره ادیت بکنه، تمام اون چیزها رو وارد بکنه و چی بشه، همه هم میتونن ببیننش. پس اینم از این. من به عنوان ادمین وارد بشم تا ویدیو بعدی رو میسازم. و فهمیدید که چجوری میتونید به این راحتی انجام بدید. و یه موقع هیچ موقع از این غافل نشید، چون این ویژگی خیلی خوبیه که شما میتونید یه همچین چیزی اضافه بکنید برای به اصطلاح وبسایتتون را که ثبت نام کنید.